سرخط خبرها. انتقادها از قرار گرفتن شهروندان در خلای اطلاعاتی. چرا جزئیات از سفر دو روزه خلیلزاد به کابل بیرون داده نشد؟ گزارش تازه کانگرسه آمریکا در پیوند به تاثیرگذاری پاکستان بر وضعیت افغانستان. پشتیبانی اسلام آباد از طالبان این گروه را نیرومند ساخته است. آمریکا بدون پاکستان به صلح افغانستان نمیره. متوقف شدن کار برخی پروژه‌های توسعه‌ای سال 1400 خورشیدی. برخی عضوای مجلس این تصمیم وزارت مالیه را بی عدالتی می‌خوانند. حال وزیر یک مکتوب می‌ده که هیچ پروژه کار نشه. این صلاحیت وزیر است یا نه؟ جان باختن ده تن در سیلاب و رانش زمین در اندونزی. بیش از 40 تن هنوز ناپدیدند. سلام و وقت بخیر. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از سفر دو روزه به کابل دوباره به دوحه رفته است. پیش از این منبع‌های با اعتبار گفته بودند که آقای خلیلزاد برای نهایی سازی آمادگی ها در پیوند به برگزاری نشست ترکیه به کابل آمده است، اما از جزئیات این سفر هیچ اطلاعات رسمی همگانی نشد. حالا انتقادهای جدی مطرح شده که مردم افغانستان نسبت به روند سال و نشست ترکیه در خلای اطلاعاتی و سر میبرند. یک عضو هیئت گفتگو کننده هم هشدار میدهد که شتاب کنونی در روند صلح افغانستان خطرناک خواهد بود. میلاد سیار گزارش میدهد. فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز دوباره به دوحه رفته است. منبع‌ها به تلویزیون یک تایید می‌کنند که زلمه خلیلزاد در پی یک سفر دو روزه به کابل بار دیگر به قطر رفت. ارگ در این مورد به گونه کامل سکوت اختیار کرده، اما شورای عالی مصالحه ملی به آن که این سفر را رد و تایید کند گفته که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با زلمه خلیلزاد در این روزها هیچ دیدار نداشته است. با این صورت سفر پسین زلمه خلیلزاد به افغانستان به هیچ جزئیات رسمی و در یک خلای اطلاعاتی کامل پایان یافت. بحران امنیتی که افغانستان در طول 40 سال پسین تجربه میکنه ناشی از تصامیمی اتاقای تاریکی است که برخی از سیاستمداران متاسفانه در غیاب مردم اتخاذ کردند. رفت آمد دکتر خلیلزاد چگونگی برنامه برگزاری نشست ترکیه و همچنان بحث آینده و رودمپ یا نقشه صلح افغانستان باید از قبل اعلام شود تا مردم افغانستان در جریان قرار بگیرد. پیش از این منبع‌های با تلویزیون یک تایید کرده بودند که هدف از این سفر آقای خلیلزاد نهایی کردن آمادگی‌ها برای نشست ترکیه بوده است. بر بنیاد گفته های این منبع‌ها، آقای خلیلزاد در این سفر 27 حمل را به عنوان زمان احتمالی برگزاری نشست ترکیه در برنامه داشت. نشست ترکیه برای روند صلح افغانستان حیاتی خوانده می شود. ما همواره تاکید داریم که روند صلح باید در چشم و بطن و در درونی اجتماع عزیزی افغانستان صورت بگیرد و هر چی باشد باید ملت افغانستان در جریان قرار گیرد. دولت مردان نمی خواهند در بسیار موارد از پروسی ملی صلح مردم را آگاه بسازند. هنوز مشخص نیست که آقای خلیلزاد چرا به دوحه رفته. دوحه در ماهای پسین میزبان نشست های میان افغانان بود. اما اینجا در کابل یک عضو هیئت گفتگو کننده حکومت شتاب کنونی در روند صلح افغانستان را خطرناک می داند. امین احمدی تاکید دارد که روند صلح افغانستان زمان طولانی نیاز دارد و نشست ترکیه نمی تواند مشکل صلح و جنگ افغانستان را بنیادی حل کند. نکات مورد اختلاف بیشتر در مورد ساختار نظام سیاسی آینده هست که او نیازمند یک گفتگوی بسیار طولانی است. فکر نمی کنم به در اجلاس ترکیه در جای دیگه قابل حل باشه. فکر میکنم ما احتیاج داریم به یک دوره 30 ساله که در یک دوره 30 ساله مسائل و جزئیات را با حوصله، با بردباری، با صبر گفتگو بکنیم و در قانون اساسی آینده افغانستان بگنجانیم.
در ادامه بیم و امیدها نسبت به نشست ترکیه، طرح‌های زیاده برای این نشست به عنوان طرح صلح به نشانی شورای عالی مصالحه ملی در حال فرستاده شدن است. تشکر از کمیسیون اختصاصی. طرح کمیته صلح مجلس نمایندگان نیز به زودی به شورای عالی مصالحه ملی فرستاده خواهد شد. دیدگاه‌ها و نظریات اعضای محترم مجلس را که نمایندگی از اقشار مختلف کشور می‌کنند، جمع‌آوری نموده و آن را در چارچوب یک متن تدوین شده رسماً با حکومت و شورای عالی مصالحه در میان خواهیم گذاشت. شورای عالی مصالحه ملی دیروز اعلام کرد که تا کنون 30 طرح صلح از نشانی‌های گوناگون دریافت کرده و روی یک دستسازی طرح‌ها در چارچوب یک کمیته 15 نفری در این شورا کار جریان دارد. پاکستان اثرگذارترین کشور در همسایگی بر وضعیت افغانستان است. سرویس تحقیقات کانگرس آمریکا در گزارش تازه‌ای که به کانگرس این کشور فرستاده نگاشته که پاکستان مهمترین کشور همسایه برای حل منازعه افغانستان است و نقش اسلام آباد همچنان در صلح و جنگ افغانستان اثرگذار باقی خواهد ماند. این گزارش میگوید که پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم پاکستان از طالبان و شبکه حقانی باعث قدرت و طول عمر این گروه‌ها شده است. بهاءالدین انصاری گزارش می‌دهد. کنگره امریکا پاکستان را اثرگذارترین کشور بر وضعیت صلح و جنگ در افغانستان معرفی می‌کند. در گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره امریکا به عضوهای کنگره فرستاده، در آن نقش اثرگذار پاکستان در افغانستان برجسته است و سیاست‌های این کشور بر افغانستان نیز با اهمیت خوانده شده است. در بخش از این گزارش آمده است که سرویس های امنیتی و استخباراتی پاکستان ارتباط خود با گروه های شورشی به ویژه شبکه حقانی را حفظ می کنند. قدرت و عمر طولانی شورشیان مستقیم یا غیر مستقیم به پشتیبانی پاکستان بستگی داشته است. در این شک وجود نداره که تمام مراکز تعلیم و تربیت مخفیگاه های طالبا در بیرون از افغانستان قرار دارند و یا در افغانستان موقعیت ثابت، حضور ثابت ندارند. و اگر یا اصرار به ادامه جنگ در افغانستان داشته باشند، بدون شک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در هر حالت از مردم افغانستان دفاع خواهند کرد. در گزارش به این نکته نیز اشاره شده که پاکستان همچنان به عنوان یک کشور اثرگذار در صلح و جنگ افغانستان باقی خواهد ماند. آمریکا بدون پاکستان به صلح افغانستان نمیرسه. یعنی آمریکا اگر هدف آمریکا برقراری صلح در افغانستان باشه، همکاری پاکستان رو لازم داره، نیاز داره. یعنی شرط اساسی این که آمریکا در ایجاد صلح در افغانستان موفق شود همکاری پاکستان است. در گزارش ادعا شده که پاکستان به دلیل مناسبات خود با هند ظاهرا طالبان را به عنوان یک عنصر قابل اعتماد بر ضد هند در افغانستان استفاده میکند و به پشتیبانی خود از این گروه در برابر هند ادامه خواهد داد. بر بنیاد این گزارش افغانستان متاثر از سیاست قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است و سیاست صلح و جنگ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بر امنیت و ثبات افغانستان تاثیرگذار است. حساسیت ژئوپلیتیک افغانستان در منطقه باعث شده است که کشورهای زیاد در رابطه با صلح و در رابطه با جنگ افغانستان سرمایه گذاری کنند که متاسفانه ما یکی از قربانیان منازعه چند بودیم کشورها در 40 سال پسین بودیم. از سوی هم نیویورک تایمز به نقل از مقام های امریکایی که نام از آنها نگرفته در گزارش نگاشته است که تمام تلاش واشنگتن بر دو موضوع اساسی در روند صلح افغانستان متمرکز است. کاهش خشونت ها و آتش بس دائمی و پایدار و نیز تعیین ساختار و جهتگیری سیاسی آینده افغانستان. در این گزارش آمده است اگر تلاش های جدید امریکا برای صلح نتیجه ندهد، امریکا هزاران سرباز خود را پس از اول می در افغانستان نگه خواهد داشت که در آن صورت جنگ ادامه خواهد یافت و طالبان حمله های بهاریشان را آغاز خواهند کرد. ایالات متحده امریکا این را به درستی می دانه که اگر در افغانستان بعد از ماه می باقی بانه، باید دوباره جنگ با طالبان آغاز کنه و این یک تصمیم بسیار مشکل است برای ایالات متحده امریکا. در امریکا ذهنیت عامه علیه جنگ، دوام جنگ در افغانستان است. امریکا توافقنامه دوحه را که بر مبنای آن اول ماه می تاریخ خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان تعیین شده است زیر بازنگری دارد.
دبیرکل ناتو در نشست دو هفته پیش وزیران خارجه در بروکسل گفت همه چیز به نتایج نشست بستگی دارد که قرار است به رهبری سازمان ملل در ترکیه برگزار شود. نشستی که گفته می شود در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. در مورد نقش پاکستان و اینکه آمریکا چه جایگاهی را برای پاکستان در حل منازعه افغانستان تعریف کرده بیشتر بحث میکنیم. دکتر نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا با ما وصل هستند. آقای بیژن، همونطور که کنگره آمریکا این بحث را مطرح میکنه که پاکستان مهمترین کشور همسایه برای افغانستان است برای حل منازعه افغانستان، این دیدگاه را فکر میکنین نتیجه لابی پاکستان در درون کنگره است یا اینکه واقعا آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که پاکستان میتونه موزل افغانستان حل کنه؟ به شما و بینندگان عزیز سلام. مسئله که کنگره ایالات متحده آمریکا مطرح ساخته نتیجه گیری اونا از جنگ افغانستان بوده، چون پاکستان در جنگ افغانستان تا دو دهه اخیر نقش کلیدی داشته، حتی قبل از او در تمویل گروه طالبا حمایت لوجستیکی از او. پس نتیجه گیری هم چنین بوده که به خاطر حل این مشکل نقش پاکستان نادیده گرفته نشود. به مو خاطر آنچه که مطرح شده از طرف کنگره ایالات متحده آمریکا چند دلیل میتونه داشته باشه. یکی دلیلش این است که در پشت پرده توافقهای با پاکستان صورت گرفته که نقش مؤثر را در پروسه صلح افغانستان بازی بکنه. حالا مهمترین سوال آقای بیژنم همی است که چه توافق میتونه اونوارا این بحث مطرح میشه که توافقات شاید با پاکستان از جانب آمریکا صورت گرفته باشه، چه توافق میتونه پاکستان قناعت بده برای که مناظره در افغانستان برای پایانش تلاش کنه؟ پاکستان ایتعلق میگیره به سه هدف دراز مدت که در افغانستان یا از طریق افغانستان داشته و ای مستمر بوده، این پی هم روی از او کار صورت گرفته و سرمایه گذاری کرده از طرق مختلف، چی مشروع چی غیر مشروع. هدف پاکستان است. یکی از او نگرانی از حضور هند در افغانستان است. دومش مسئله خط دیورند است، مسئله که با افغانستان داره. مسئله سوم دسترسی داشتن به مارکت آسیای مرکزی است. این که در پشت پرده چی بحثای صورت گرفته طور معلوم میشه که بخصوص در مورد اول و سوم ممکن توافقات غیر رسمی صورت گرفته باشه که منافع پاکستان حفظ میشه. و از طرف دیگه ما این نادیده نگیریم که جنگ 40 سال افغانستان به پاکستان هم گران تمام شده. ما اگر یک بررسی وضعیت پاکستان بکنیم، پاکستان دهه 70 یا قبل از او یک اقتصاد شکوفایی داشت، از ثبات بهتر برخوردار بود، اما این جنگ باعث شد که هم از نظر ایدئولوژیک پاکستان تغییر بکنه. او پاکستان دیگه نیست که بنیانگذارایش اساس از او رو گذاشته بود که یک جامعه باز داشته باشه، آینده نگر باشه. ما میبینیم که تغییر کرده پاکستان. آقای بیژن، حالا اینجا چند تا بحث مطرح میشه. این نگاه بسیار خوشبینانه است در مورد پاکستان که اگر برای اهداف مثل مسائل اقتصادی تلاش کنه منازعه افغانستان پایان پیدا کنه. یک بحثی که کنگره آمریکا به او پرداخته حمایت پاکستان، پشتیبانی پاکستان از گروه های حراس افغان در منطقه از طالبان و القاعده که کنگره آمریکا گفته طول عمر این گروه ها دلیلش حمایت و پشتیبانی پاکستان است. فکر میکنین از این پشتیبانی بر دراز مدت پاکستانی ها به گونه کلی دست بردارن؟ هنوز قبل از وقت است و بعد از 11 سپتامبر حوادثی که صورت گرفت نشان داد که پاکستان ممکن از نظر تکتیکی استراتژی خود تغییر بده، اما او استراتژی که در دراز مدت داره بعید از کور تغییر بده. نگرانی که وجود داره ای است که پاکستان یک بازی دوگانه را در افغانستان بازی کرده یا روی دست داشته. از یک طرف تاکید روی صلح بوده، از طرف دیگر
زمینه جنگ مساعد ساخت و تمویل کرده، جنگ یک طرف قضیه را که گروه طالباست حمایت کرده. به مو خاطر است نگرانی بزرگ که وجود داره که آیا به نیت پاکستان ای بار میشه باور کرد. یک مسئله نگرانی هم در افغانستان وجود داره هم در بیرون از افغانستان وجود داره. مسئله دومی است که خب اگر توافق هم صورت میگیره امید که تکتیکی نباشه، به این مفهوم که آتش بس صورت بگیره، یک توافق سیاسی صورت بگیره، حکومت افغانستان ضعیفتر یا نظام ضعیفتر شد و بعدا این زمینی یک جنگ داخلی بعدی را مساعد سازد. این نگرانی است که وجود دارد در بیرون افغانستان، در واشنگتن و کشورهای داخلی دیگه که در افغانستان بوده، که خب مسئله این نیست که آیا به یک توافق برسن، چون فشار است که در جلسه ترکیه مسئله جنگ صلح افغانستان به یک نتیجه برسه، خودمی مذاکرات صلح. آخه بیشن، با عنوان آخرین پرسش شما اشاره کردین به بحث هند و تقابل هند و پاکستان در منازعات منطقه‌ای و مخصوصا در افغانستان که این تقابل همیشه روشن و واضح بوده و در گزارش کنگره آمریکا هم آمده که از طالبان به عنوان یک عنصر بسیار خوب استفاده کردن پاکستانیا در برابر نفوذ هند در افغانستان. فکر میکنین که حالا در میان این بازیه که تقابل هند با پاکستان در افغانستان است، یعنی نفوذ هند و پاکستان در افغانستان، برنده کدام یک است تا این دم و کی برنده خواهد شد؟ واقعا پاکستان با عنصر قویش به نام طالبان یا اینکه ایندیا با نفوذی که شاید هم هر ازگاه در حمایت از دولت افغانستان بوده باشد؟ پاکستان با از طریق طالبان در یک موقف بهتر قرار دارند، چون سطح خشونت ها بلند رفته و این فشار بیشتر بالای حکومت افغانستان وارد کرده. ای که آیا پاکستان یا هندستان برنده است، ممکن یکشان برنده یا بازنده باشه، اما بازنده اصلی هر کشمکش منطقوی که میشه مردم افغانستان است. تا اکنون بازی به نفع پاکستان پیش رفته، اما نقطه پایان از اون معلوم نیست و بعد از اینکه گامای بعدی چی است در منطقه او هم روشن نیست، ولی در کل یک اجماع منطقی به وجود آمده که جنگ افغانستان از طریق سیاسی ختم شد. ممنونتان دکتر نعمت‌الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا که با ما از استرالیا وصل بودید. افسر پلیس که در گذرگاه مرزی تورخم در ولایت ننگرهار برخی شهروندان کشور را با شلاق زده بازداشت شد. سخنگوی وزارت داخله میگوید ویدیویی که همرسانی شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به گذشته است و این سرباز اکنون زیر نظارت قرار دارد. سرپرست وزارت داخله هم در صفحه فیسبوک خود نوشته که صف پلیس جای افراد غیر حرفه‌ای نیست. در شبانه روز گذشته این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی همرسانی می شود که در آن یک سرباز پلیس در گذرگاه مرزی تورخم شلاق به دست دارد و ظاهرا مسافران را بان می زند که به پاکستان رفت آمد می کنند. برخی آگاهان می گویند که در ساختار هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان جوانان حضور معنادار ندارند و سهم جوانان هم ظاهراً به رهبرزاده ها اختصاص داده شده است. برخی ها باور دارند که بحث جا دادن جوانان در ساختار هیئت گفتگو کننده و شورای عالی مصالحه ملی جز سیاست های کلان دولت نیست و آنان که هم شامل این روند شدند به گفته برخی جوانان از آنان نمایندگی کرده نمیتونند. در این حال رئیس جمهور غنی امروز در دیدار با شمار از بزرگان قومی بر ضمانت‌های جهانی به خاطر تأمین روند صلح تأکید کرده است و با پافشاری بر حفظ قانون اساسی گفتن نباید انقطاع به میان آید. جواد تیموری گزارش می‌دهد. در 22 ماه سنبله سال 1399 در لابی هتل مجلل شراتون جوانترین عضوهای هیئت دولت افغانستان با پرسش‌های چالشی افراد طرفدار طالبان روبرو می‌شوند. یک در اینجا که برادر 10 میلیون عزیز ما انشالله که در آینده که گپ سرشان گپ می‌زنیم که این فعلا که اول ما میمونیم بسار از روی میز مذاکره دیگه سوالا را اگر حال کلش مطرح کنیم خیر یک سوال آخر. از همان زمان برخی واکنش‌ها این بود که
بنای هیئت گفتگو کننده به ویژه در تعیین نماینده نسل افغانستان را کج نهاده است. تا کنون جایگاه نسل جوان افغانستان در این گفتگوها پرسش برانگیز است. حالا یک نشست مهم دیگر در ترکیه برگزار می شود. نشستی که مهمتر و بزرگتر از نخستین نشست دوحه گفته می شود. در این نشست هم تا کنون جایگاه نیروی جوان افغانستان مشخص نشده است. در همه موارد نادیده گرفته شده، حداقل ما انتظار داریم دی ای استانبول در نشست استانبول که اشتراک میکنن یک نماینده از جوانان باشه. با توجه به این درک و دردی که از جوانان دارن، اونا پا پیش بگذارن و منطق گفتاری خیش را در مذاکرات صلح با جانب طالبان و همچنین کشورهای دخیل در گفتگوهای صلح افغانستان مطرح بکنن. در نشست های دوحه هم کمتر خواست های جوانان بازتاب یافته است. عضوهای جوان هیئت گفتگو کننده هم کمتر برای تأمین حقوق جوانان صدا بلند کردند. باورهای هم در میان عضوهای هیئت گفتگو کننده وجود دارد که در ساختارهای کلان دولت جوان گرایی مطرح بحث نبوده و نیست. هغه کسان دی هم دغه د سولې په غونډه کې ګډون وکړي چې د لیرې او پرتو ولایتو څخه وي او په عملا په دغه جنګي سیمو کې قرار ولري، ولې چې هغه د خپل سیمې ښه استازیتوب هم کولی شي. د رهبر زوی به څه دغه سیمې استازیتوب کولی شي چې په هغه په هیڅ هم نه دی خبر. اما به باور برخی ها سهم ساختن رهبرزاده های جوان بیشتر جنبه رشوت دهی سیاسی داشته تا نمایندگی از نسل نو. این افراد اکثرا ناکام است و دلیل از این که اینا از آدرس یک داد افراد با نفوذ یا دیگه که کسایی که در حکومت بیشتر نفوذ دارن و اینا بیشتر رابطه دارن اینا استخدام میشن، به این دلیل ها نتیجه نخواهد داد. از سوی هم به نظر می رسد که حضور و بحث جوانان در روند سال به کمیته های جوانان شورای عالی مصالحه ملی و ارگ ریاست جمهوری خلاصه شده. هرچند که نسل نو نمی داند که با چه میکانیزم این کمیته ها ساخته شده اند. بانک جهانی می گوید چالش های موجود امنیتی و سیاسی و نیز کاهش میزان کمک های جهانی روند بهبود اقتصادی افغانستان را که از شیوع ویروس کرونا متاثر شده کند ساخته است. بر بنیاد گزارش تازه اقتصادی بانک جهانی که امروز زیر عنوان تعیین مسیر بهبود اقتصادی منتشر شد، نشان می دهد که رشد قوی سکتور زراعت در افغانستان در سال 2020 تا حد موجب تأمین ثبات اقتصادی افغانستان شده. اما با وجود این هم رشد اقتصادی افغانستان در این سال 2% کاهش یافته است. بر بنیاد این گزارش کاهش رشد اقتصادی نسبت به تخمین‌های پیشین اندک کمتر بوده است. در گزارش این نهاد آمده که وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و اختلال در روند تجارت زیان‌های سنگین به سکتورهای ارائه خدمات و صنایع وارد کرده که در نهایت سبب مشکل‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده است. رئیس و برخی از عضوهای مجلس نمایندگان از حکومت می‌خواهند روند کنونی سرپرستی در وزارت‌ها و دیگر نهادهای دولتی را پایان دهد. شماری از عضوهای مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز مجلس همچنان از ادامه کار سرپرست‌ها در نهادهای حکومتی انتقاد می‌کنند و از حکومت می‌خواهند تا نامزد وزیران تازه را به مجلس معرفی کند. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس مجلس نمایندگان ادامه کار سرپرست وزیران را زمینه‌ساز گسترش فساد اداری می‌داند و می‌گوید این کار به شفافیت و پاسخ‌دهی صدمه می‌زند. اکیداً بالای حکومت صدا می‌کنیم که باید به عرف سرپرستی خاتمه داده و به قانون احترام کند. تدام کار سرپرست ها قابل قبول، غیر قابل قبول و اصول حکومتداری است. بنان حکومت باید نامزد وزرای تازه به خاطر اخذ رای اعتماد به خانه ملت معرفی نماید. خود تقریبا در یو کال کې سرپرست د وزیران د بایست سی او نوی وزیران ولسی جرګې ته معرفي سي د تایید دپاره دغه موضوع باید جدي تعقیب سي او حکومت باندې باید فشار راوړل سي چې دغه سرپرستی نوره ختمه کی. در حالی که مدت سرپرستی وزارت‌ها در قانون تنظیم سرپرستی وزارت‌ها و اداره‌های دولتی تا 2 ماه تعیین شده، اما بسیاری سرپرستان کنونی برخی وزارت‌ها بیش از مدت زمان مشخص شده در قانون به سرپرستی در وزارت‌ها ادامه دادند.
در حال حاضر 7 وزارت همراه با ریاست بانک مرکزی و دادستانی کل نیز از سوی سرپرستان اداره می شود. طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف، مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان، محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه، وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه، حیات الله حیات سرپرست وزارت امور داخله، اجمل احمدی سرپرست ریاست بانک مرکزی و ذبیح الله کلیم سرپرست دادستانی کل. به تازگی وزارت مالیه در نامه به وزارت فواید عامه از این نهاد خواسته است که کار برخی پروژه های توسعه‌ای سال مالی 1400 را متوقف سازد. شماری از نمایندگان مردم در مجلس این تصمیم وزارت مالیه را خلاف روحیه توسعه متوازن و بی‌عدالتی می‌دانند. ما هر روز در وزارت مالیه از 20 بار رفتیم در زینای بلند بلند بالا شدیم. حال وزیر یک مکتوب میده که هیچ پروژه کار نشه. هیچ صلاحیت وزیر هست یا نیست؟ من فکر میکنم جناب رئیس صاحب که حکومت تزد بند است و میخواید که موضوع ترکیه سرنوشت ساز است، همین پول پیسه را ببرن به خارج هر چی که میکنن کنن. عدم انکشاف متوازن بی‌عدالتی است و این بی‌عدالتی برای ملت غیر قابل قبول میباشد. بنان پروژه سرک کوتل خیرخانه نباید سیاسی شود، باید کار و مسئله تدارکاتی آن هرچی عاجل آغاز شود. وزارت مالیه دلیل توقف کار برخی پروژه های توسعه‌ای سال روان خورشیدی را اولویت بندی پروژه های ملی و آوردن نظم مالی میگوید. در سال مالی 1400 از یک سو معاشات کارکنان پایین رتبه افزایش یافته و از سوی دیگر ما با کسر بودجه مواجه می باشیم. بنان برای ایجاد دیسیپلین مالی، اولویت بندی پروژه های ملی و مصرف موثر و مثمر بودجه ملی ما این مکتوب را صادر کردیم. در این حال مجلس نمایندگان پس از چندین نشست که نصاب تکمیل نبود، امروز توانست 4 سند قانونی را تصویب کند. حالا هم مهمترین خبرها از جهان. مقام‌های محلی در اندونزیا و تیمور شرقی از جان باختن دست کم 70 نفر بر اثر جاری شدن سیل و رانش زمین در بخش‌های از این دو کشور خبر دادند. سخنگوی سازمان مدیریت رویدادها و شرایط اضطراری اندونزیا اعلام کرده که در این کشور 55 نفر تاکنون بر اثر جاری شدن سیل جان باخته و با توجه به ناپدید شدن 42 تن دیگر احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. در تیمور شرقی نیز شمار تلفات سیل و رانش زمین 16 نفر اعلام شده است. ده ها نفر هم در تیمور شرقی ناپدید هستند. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که بر ریاض اطمینان داده شده که برنامه موشک بالستیک ایران در هر توافق احتمالی آینده با تهران گنجانده خواهد شد. فیصل بن فرهان تاکید کرده که بر عربستان اطمینان داده شده رفتار تهران در خاورمیانه و پشتیبانیش از گروه‌های مسلح در عراق، لبنان و یمن در هر نوع گفتگوهای آینده با ایران در دستور کار قرار می گیرد. وزیر خارجه عربستان این را هم گفته هرچند هیچ کانال گفتگوی مستقیم با ایران وجود ندارد، اما پادشاه سعودی آمادگی دارد در صورت که ایران رفتارش را تغییر دهد با تهران گفتگو کند. پیش از این ایران بارها اعلام کرده که جز در پیوند به برنامه هسته‌ای درباره برنامه موشکی گفتگو نخواهد کرد. دادگاه نخست وزیر اسرائیل امروز در حال اثر گرفته شد که رایزنی ها برای تشکیل کابینه جدید آغاز شده است. قاضیان رسیدگی به پرونده فساد و تخلف های مالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را به دادگاه بیت المقدس احضار کردند. نتانیاهو قرار است به اتهام فساد، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد عمومی محاکمه شود. رهبران اتحادیه اروپا قرار است فردا طرح پیشنهادی خود را شامل شرایط از سرگیری تدریجی روابط اقتصادی با ترکیه و چگونگی پشتیبانی از پناهندگانی که در این کشور هستند به رئیس جمهوری ترکیه ارائه کنند. قرار است رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا در ترکیه درباره نقشه راه گفتگو کنند که بر اساس مصوبه های نشست پیشین رهبران این اتحادیه طراحی شده است. موضوع های حقوق بشری و حاکمیت قانون از جمله نگرانی های بروکسل در برابر ترکیه است و از جمله محورهای مهم این نقشه راه محسوب می شود. مقام های ترکیه امروز 10 افسر پیشین نیروی دریایی این کشور را به دلیل انتشار نامه سرگشاده در انتقاد از طرح مورد نظر نخست وزیر موسوم به کانال استانبول بازداشت کردند.
این افراد در پی انتشار یک نامه انتقادی با امضای 100 افسر بازنشسته ارتش بر ضد دولت، اقدامی که از زمان کودتای سال 2016 به این سو در ترکیه بی پیشینه گفته می شود، دستگیر و بازداشت شدند. دولت مردان ترکیه این اقدام را همردیف اظهارهای قلمداد کردند که پیشتر زمینه‌ساز کودتا و یا به قدرت رسیدن نظامیان در این کشور شده بود. خبرها همین قدر بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.